سلام، شب بخیر، خسته نباشین، امیدوارم حالتون خوب باشه. عرض کنم که همچنان برنامه 90 شب داره پخش میشه، هنوز نمیدونیم برنامه خوبیه یا نه. من از این لحظه منتظرم که شما تماس بگیرید راجع به موضوع خصیصی و خصاصت، ببینیم که کی خصیصه کی نیست. به ما زنگ بزنید من سوال کنم، شما لطف کنید پاسخ بدید. خواهش سلام آقای مدیری. بله. سلام علیکم، خسته نباشید. متشکرم، از رس مزایمت میشم. خواهش میکنم. قربانتون. خانم شما خسیس هستین؟ خسیس عبدا. اصلا؟ اصلا. از کجا بدونم؟ والا من نمیتونم بهتون ثابت کنم. شوهرتون چی؟ شوهر من خسیس نیست، ولی خب یه خورده مراقب خرج کردنش تا یه حدودی هست. خسیس بودن بهتره یا حسود بودن؟ هیچ کدوم. اگه مجبور بشید یکشو انتخاب کنید کدوم بهتر؟ هیچ کدوم رو انتخاب نمی کنم، چون هر دو مخربه. بله، هر دو انسان رو تخریب میکنه. بله، من هیچ کدوم انتخاب نمی کنم. خانم شما گفتید خسیس نیستی؟ نه اصلا. شاید خسیس باشین خودتون متوجه نباشید. والا اطرافیانم که به من میگن که شوهرم که همیشه به من میگه پول جنت و بسم الله. بله. اینجوری یعنی میگه پول زود غیب میکنی. شوهرتون تشریف دارن؟ شوهر من خواب من دارم. خب بیدارشون کنی؟ خواهش میکنم. بیدارشون کنی من یه سوال بپرسم. چند لحظه گوشی خدمتتون. خیش الان دعوا میشه. خیلی ممنون از تماستون. خواهش میکنم. متشکرم. خدا. الو. الو. سلام. سلام. شبتون بخیر. متشکرم. بله. بخش شما زنگ زدم. خواهش میکنم. با تشکر از برنامه خوب شما. خواهش میکنم. ما چند هفته است که داریم شما رو میگم بالاخره ما موفق شدیم. شرمنده. خواهش میکنم. شما خسیسین؟ بله. خسیسین شما؟ نه. اصلا؟ نه. چند سالتونه؟ من 17 سالم. خب تو خانواده یا فامیل کسی هست که خسیس باشه؟ بله. کیه؟ یکی از آشناهامونه. اسمشو نمیگین؟ نه. خب چی کار میکنن خسیسن؟ بهش میگین خسیس؟ خب مثلا خب پول خرج نمیکنن. خب بعد خیلی کم رفت آمد میکنن. چرا کم رفت آمد میکنن؟ بخاطر اینکه پول خرج نکنن. آها. بله. خب خسیس بودن بهتره یا حسود بودن؟ هیچ کدوم. اگه مجبور بشین انتخاب کنین کدومو انتخاب میکنین؟ حسود بودن که باعث دشمنی نشه. حسود بودنی رو انتخاب میکنی که باعث دشمنی نشه. بس. خیلی ممنون که تماس گرفت. خواهش میکنم. من زهرا کسری هستم. متشکرم. خدا حافظش. بله. خواهش میکنم. الو. بله. سلام آقای مدیری. سلام. حال شما خوبه؟ متشکرم. آقای مدیری من واقعا چند هفته است دارم شما رو معذرت میخوام، شرمنده. دشمنتون شرمنده باشه. شما خسیسی. خواهش میکنم. و همچنین. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوب شما. خواهش میکنم. شما خسیسین؟ من؟ بله. ولی اینو باید اطرافیانم بگم، خودم نمیتونم نظر. حالا خودتون بگید. خسیس فکر نکنم. خواهرتون خسیسه؟ خواهرم نه، اونم مثل خودم. الحمدلله. خیلی ممنون که تماس گرفتید. خواهش میکنم. خیلی ممنون، برنامه خوب شما. قربون شما. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. شب بخیر. از طرف من هم از همکارتون تشکر بکنم. متشکرم. متشکرم. خدافظ. الو سلام. شب بخیر. آیمون دیدی؟ جان. شب عالی بخیر. شب شما بخیر. حالتون خوبه؟ متشکرم. نوتنتی هستم از قایم شهر. قربان شما. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش. الو. الو. در خدمتتون آیمون دیدی؟ خواهش میکنم. سوال نمیفرمایید شما؟ آه سوال کنم. چشم. شما خسیسی؟ خسیس نه، اما خب یه مقدار قناعت میکنم. قناعت میکنید؟ بله بله. از کجا میدونید که خسیس نیستید؟ از خانومم سوال کردم. از خانومتون سوال کردین؟ بله. ایشون گفتن نیست خسیس. بله. خانومتون تشریف داره؟ بله بله. گوشی رو بده. استفاده میکنم.
سلام. سلام. شب بخیر. شب شما بخیر. خسته نباشید. شوهرتون خسیسن تو رو خدا راست بگی. اصلا. قناعت میکنه. قناعت هم نه اونجوری که خودش میگه. پس چی کار میکنه؟ ولخرجن؟ نه ولخرجم نیستم. متعادلن. متعادلن. بله. خسیس بودن بهتره یا حسود بودن؟ خسیس بودن یا حسود بودن؟ هر دوتاشون بدن آقای مدیر. اگه مجبور به انتخاب بشین؟ حسودی بهتره. حسودی بهتره. آره. شما خودتون چی خسیسین؟ من نه اصلا. شاید هستین و نمیدونین. خب از آقام باید سوال کنیم. گوشی رو بدین. گوشی. در خدمت آقای مدیر. خانومتون خسیسن؟ فکر نمی کنم اینطور باشه. فکر نمی کنین یا مطمئن؟ مطمئن هستم. میترسین؟ از کی؟ از خانومتون. سعی میکنم اینطور نباشه. حسودی بهتره یا خسیسی؟ فکر میکنم که حسودی بهتر باشه. بله. خانومتون هم همینو گفتن. البته من جنبه مثبتش رو در نظر گرفتم. بله. فکر میکنم حسودی در تحصیل، در موفقیت ها فکر میکنم باعث پیشرفت بشه. بله. اما خب در خصاصت چیز مثبتی نمیبینم. آقا اگه تصمیم بگیرید از خونتون که 4 تا اتاق داره، بله بله، دو تاشو اجاره بدین به خاطر خسیس بودن و درآمد بیشتر، بله بله، فکر می‌کنید خانومتون چه برخوردی بکنه؟ خب مطمئنم مخالفت میکنه. چیکار میکنن شما؟ بحث میکنه با من. خب بعد چی میشه؟ به نتیجه مثبت میرسیم. انشالله. انشالله. خیلی ممنون که تماس گرفتین. موفق باشین، خوشبخت باشین. خیلی متشکرم. و خوب. برنامه‌تون رو تایید میکنم، برنامه خیلی خوبیه. متشکرم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خسته نباشین وسطیاش. عرض کنم که قصه چی نه؟ تلفنامون تموم شد. قصه‌مون رو ببینید تا دوباره بیایم سراغ تلفن. بخور بخور بخور، برات خوبه. یه روز تعطیلی تو خونه نشستی دیگه، تون تون بخور. بیا نخور. میخوری؟ نه. بخور چیپس بخور. نه. عجب فضاییه. نه چه هوایی. هوایی اصلا لرزیدن و ویتامین به بدن رسوندن تو این هوا واقعا خودش شاهکاره. من بیا بیا بیا. نه شیرینی. نه خوبه برد. نه شیرینی نمیخوام، خوردم 10 تا شیرینی خوردم. نه بگو نه رادیو چی میگن حسنم سرم. شکلات تخمه تخمه. نه بخور. رادیو گوش مهم تخمه بشکن. برنامه امروز ما اختصاص به موفقیت و آدم‌های موفق داره. امروز در نظر داریم با چند تن از کسانی که در کارشون موفق هستند مصاحبه داشته باشیم. در خدمت یکی از مهندسین ساختمان موفق کشورمون هستیم. آقا سلام عرض کردم. آقا سلام علیکم. خسته نباشید. ممکنه رمز موفقیت خودتون رو برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید؟ والا چرت کنیم قربون. ما از بچگی زحمت کشیدیم، از عملگی و بنایی شروع کردیم تا به اینجا رسیدیم. یعنی منظورت اینه که با پشتکار فراوون موفق شدی؟ خب تقریبا، ولی واسه که پول بلای بیشتری به دست بیاریم خیلی سختی کشیدیم آقا. کلی صرفه‌جویی کردیم، پس انداز کردیم تا تونستیم واسه شروع کار پول جمع کنیم. خیلی ممنون، متشکرم از لطفتون. میریم به سراغ یه هنرمند موفق. آقا سلام عرض کردم. بله سلام علیکم. می‌خواستم بپرسم ممکنه رمز موفقیت خودتون رو در کار هنری بفرمایید؟ بله، مادر من خیلی منو تشویق می‌کرد. اون همیشه پیشنهادات خوب به من میداد، پشتیبان هنر من بود. البته برای اینکه بتونم اولین فیلم خودم رو بسازم احتیاج به پول داشتم و این پولو فقط از راه صرفه‌جویی و پسنداز تهیه کردم. بله خیلی متشکرم، خیلی ممنون. حوصله داری؟ اتفاقا مهران خیلی جالب بود. چی جالب بود؟ دقت نکردی؟ چرا؟ همشون موفق و پولدار بودن. خب چیکار کنم؟ من و تو هم میتونیم موفق و پولدار بشیم. موفق و پولدار بشیم؟ آره؟ بله.
مهران جدی دارم باید صحبت میکنم. چیه؟ چی چیه؟ دیدی همشون پس انداز کرده بودن، پشت کار داشتن، موفق و پولدار شده بودن. خب ما هم باید یه جوری پس اندازمون رو شروع کنیم، پولدار میشیم. ها پس انداز با یعنی چی؟ جالبه. خب بعد راهش البته پیدا بکنیم. دفترچه پس انداز تو دیدی؟ نه. داره میتره که از پس انداز. یعنی چی؟ منظورت چیه؟ 2000 تومن توشه فقط بسته نشه. پولاشو چیکار کردی؟ بله؟ پولاشو چیکار کردی؟ من؟ بله تو، خودتو، شخص شما مهران خان کلی به من بده کاره. ببین اونایی که موفقن الان فرمودن خب. انقدر ریخت و پاش ندارن، شیرینی و میوه و آب نبات و تخمه و چیپس و ها. بله. خب منظورت چیه؟ همجوری میگم. ببین مهران، یعنی تو میخوای به من بگی این ریخت و پاشا مال منه؟ باز تقصیر رو بنداز گردن من؟ ریخت و پاش نی که خب میگم، یعنی همجوری باید باشه. ببخشید مامان تو فامیلات 24 ساعته اینجان، کلی هزینه من برای پذیرایی از فامیلات دارم، اونا به چش نمیاد. دو تا دونه تخمه، دو تا دونه شیرنی و میوه من دارم میخورم. شروع شد دوباره. چی شروع شد؟ جدیده. مامان من وقتی میاد اینجا غذا میخوره اصلا؟ نه. یا فامیلای شما که میان دلپی میشینن کباب میخورن؟ آها. کیو دارم؟ یه بابا، یه مادر، آها. یه دونه از دار دنیا، نفری یه دونه 44 نفرن. یه دونه چی داری؟ الان مشکل چی کار کنم؟ من میگم که مهران بیا، یعنی من واقعا دست نزن دیگه، تموم، دست نزن. بله؟ تصمیمم رو گرفتم، میخوام یک برنامه ریزی دقیق انجام بدم برای موفقیت. میخوام نارنگی بخورم. دست نزن، همش بشین دولاپی بخور. الان یه دونه خوردی دیگه، چه خبرته؟ پس انداز کنیم، ذخیره. آها، چیکار کنیم مثلا؟ هیچی، من بعد یه برنامه ریزی دقیق بکنم. مثلا مصرف آب پایین، چای قد، برقا قد، با شام زندگی میکنیم یه مدت، چه اشکالی داره؟ بله؟ بله، میوه اصلا ماهی یه بار. مینا ما مشکل نداریم، نشستیم داریم زندگیمونو میکنیم. کجا؟ چی کم داریم؟ چی داریم؟ شما بفهمید چی کم داریم؟ چی داریم؟ خب خونه داریم. ای بابا، خونه، این خونه رو که ما از پس انداز برنده شدیم، یادت خب رفته؟ دیگه همین داریم زندگیمونو میکنیم. مهران خان سرت مثل کپک نکن زیر برف. آقا به اطرافت یه نگاهی بنداز. چه خبره؟ باز دوست کردی خودتو؟ خب چی اطرافم؟ دوست مستاتو نگاه کن، تمام ماشین دارن، موبایل دارن، همه چی دارن. ما چی داریم؟ هیچی. آها. اگه ما ذخیره نکنیم، پس انداز نکنیم، هیچی نخواهیم داشت در آینده ها، من بهت گفتم. آها، برنامه ریزیتونو بفرمایید سریع. هیچی، مثلا اگه ما بتونیم پس انداز بکنیم، میتونیم یه دونه ماشین آکول پورسا بخریم. آکول پورسا؟ آره. آها. خب ببین، من فکر میکنم که باید مصرف آب کاملا کم بشه، با قطر مثلا چای قطع بشه، میوه ما یه بار میخوریم، برنج رو هضم میکنیم از برنامه غذاییمون، برق رو قطع میکنیم، دیگه چی؟ خیلی کارهای دیگه. لباس سالی یه بار، مثل قدیم، سالی یه بار. بابا چه خبره؟ تو این ماه یه عالمه جوراب خریدی. خیلی خوب. حالا همه اینا رو من مینیفسم، میزنم رو در یخچال. قبول. خیلی خوب. دستم بشکنه که این رادیو رو روشن کردم. چیه باز؟ بابا داریم دق میکنیم، این چه وضع زندگیه؟ چراغا رو خاموش کردیم نشسته تو تاریکی. دفعه بعد یه دونه شمع فقط روشن میکنم. تلویزیون رو بذار روشن کنم، دق کردم. وقت داره آقا، وقت داره. بله. سلام علیکم. احوال شما؟ حال شما چه سره؟ به 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 قربان شما. آقا قربان، حال شما؟ استهلاک مبله بود. خب ببخشید، من دیدم که سر و صدا میاد اما چراغا خاموشه. اتفاقی افتاده؟ طوری شده؟ نه خیر. نه، یکم شما راحت بشین. من راحتم. یه کمی این لامپامون سوخته، لامپای منزل سوخته. اجازه بده برم. نه آقا، نه استهلاک بده. لامپ بیارم براتون. نه بابا. نه چه بد. نه لامپ نمیخواد، خوبه، میگذرونیم بالاخره. چی فرمودید؟ هیچی. میگن چای بیارم. چایی هست؟ زحمت نکشید. زحمت کم میکنم. نه خیر، نه لامپ بیارم. نه خیر، نه هست. چه خبره؟ خانم خوبه؟ سلامتی؟ خیلی ممنون. سلام دارم خدمت شما. خوبه، دست شما درد نکنه. مریم
آقا من برم لامپ بیارم، آخه اینجوری درست نیست که. نه آقا بشینید یه لحظه. چیه؟ چای. مهران بس. ببخشید این از آب جوش هم سفیدتره. مینا یعنی چی؟ این چیه؟ چای قطره چکون با چای. ای بس صرف جویی یاد رفتنگه. بده بینا بده. هیچ هم بد نیست آقا. چرا ما دوتا جوانیم، اول زندگیمونه. وا من خودم یه قطره بس. مرا جان چای میل کنین. بله, بله قندونو بدین خدمتشون. بله بفهمین قندونو بدین. آخه این چای عجیبه. بگذاریم اصلا. ببخشیم دستتونو. این چیه؟ قنده. قنده زیاد قنده برای نیست. همون چایی مناسب. ببینید از نظر پزشکی مصرف قند زیاد خوب نیست. میرو چای... بعده این مهمونه. آخه من فکر سلامتیتونیم. یعنی آخه من چجوری بخورمش این قند؟ آخه شما اینجوری بپاش رو هوا یه اینجوری برو. بندازین تو چاییتون. هم بزنید. بابا این حرفا چی؟ این کارا چی؟ ببین نه به قول خودت هر روز یه پروژه‌ای داری. یا من نمیدونم بالاخره من سر در نیاوردم از زندگی شما. آقای ارغوان ببخشید شما، آخه من چیزی نمی‌دونم. ما مجبوریم جواب شما رو بدیم. انرژی اینقدر حرف نزن، انرژی زیادی مصرف میشه. آقا من اصلا چای نمیخورم. خیلی ممنون. نه میشه. نه. ای حروم میشه آقا. بمینا بمینا. نه نه باید بخوریم. آقا اگه من نمیخوردیم میگفتی من آماده نمیکردم. عجب گرفتاری شدم. مادم یه سر بزنم. برین چایتونو ببرین. نمیخورم اصلا. خیلی خوب. بفرم. بذاریم برن. تیممون بالت. بفرمایید. قربون شما. خیلی ممنون. قربون شما. بازم لامپ بیارن. نه بابا. بفرمایید چای. مینا بعد مینا نداره. دفعه بعدم بهش میگم درو آروم بزنه، درمون خراب نشه، استهلاک داره. بابا یارو تو رادیو چی گفت؟ مینا نمیخوای موفق بشی؟ نمیخوای پولدار بشی؟ مینا بله بابا کوتابی یا من نون خشک آخه برای شام؟ خشک نیست، خیلی هم غذای لذیذیه. نق نزن، قرم نزن، بخور. یه تیکش هم مال توها زود. ببین من توصیه میکنم برای اینکه صرف جویی به حد اکثر خودش برسه، ظرفم کثیف نکن که دیگه نشوری، آب مصرفش کمتر میشه. بابا چه خبر دیگه؟ تو میخوری؟ یواش. نمیره پایین بابا. آب خوردی؟ نمیشه. آب روزی یک چهارم لیوان خوردی قبلا. اینجوری از دنیا میریم بابا. کوتابه. نمیریم بابا. تشنمه. قبلا سهمیه آب تو گرفتی خوردی. منم ذخیره کردم برای فردا. اینا برای چی هم؟ همینجور قشنگیه. مینا بله داری چی کار میکنی؟ دارم حساب کتاب میکنم ببینم توی این مدت چقدر صرفه جویی کردی. خب بفرمایید چقدر صرفه جویی کردی؟ خیلی خوب بوده. یه چیزی به اندازه 1850 تومان. من الان دارم میرم اداره جلسه. این... به سلامت. بله؟ خب این چه وضعیه؟ خب نمیشد یه اتو به این لباسا بزنی؟
ای مهران، تو واقعا خجالت نمیکشی اوتو؟ تو میدونی چقدر برق مصرف میکنه؟ برق مصرف؟ بله. بابا کوتابیه دارم میرم جلسه. خب بری، خیلی هم خوبه، از این بعد لباسات شبا میذارم زیر دوشک صاف بشه. والا نمیبینی من با چی کار میکنی؟ خوب شد پرسیدی، واقعا به من میگه اوتو. هیچی، دارم اینا رو اینجوری برقه برقه میکنم، این به بعد جای کبریت میگیرم سر شما، مصرفمون میاد پایین. پس انداز امری باشه. نه، موفق باشی. یه ذره فکر اسراف کردن از سرت بیار بیرون. پس انداز سرت. میتونم درو باز کنم برم بیرون یا استراحت کنم؟ یواش یواش، آروم. آها خیلی آروم. بیا. بله خیلی خوش آمدین دایی جان. محبت کردین تشکر. میگم که چرا اینجا لامپا یک درمیون روشنه؟ سوخته لامپامون یه تعدادیش. سوخته. خیلی خوش آمدین. خیلی خوشحالمون. خیلی ممنون مینا جان. بله. من دهنم خیلی خشکه، میتونم خواهش کنم یه چایی به من بدی؟ چای. بله فکر میکنم که ذخیره. بله بله اشکالی. ممنونم نینا جان، ببخشید. خواهش میکنم. شما خوبین؟ زندایی خوبن؟ سلام دارم، بد نیستم، قربان شما. بله خیلی ممنون مینا. بله. بعد دایی فامیل منه، تو چی کار داری؟ به حرف نزن، انرژی مصرف نکن. یک دو سه چهار پنج لاغل شیش تا بریم. نه نه رنگش مناسبه، بفرمایید دایی جان. مینا جان. بله. چجوریه؟ فکر کردن برای قلبتون اینجوری بهتره. عمو جان، دایی جان معذرت خواهم، قرن ذخیره کردن و نه پسند... قلب و ایناتونه، برای اونه. ولی بابا بعد چه فرقی میکنه؟ بذار خودشون هم این برنامه رو داشته. ممنونم اجازه بدین عمو دایی جان، معذرت خواهم، اجازه اینو بگیر مهران برای تو. دو قطعه میخوام چایی. عمو لطف کنین اونا یه دونه قند بده بهش. بفرمایید دستتون دیگه، چون من خودم هم نمیخوام، همین آبجوش خالی این دفعه. مینا جان ممنونم، من چایی نمیخوام. یعنی چی؟ دایی مگه نگفتین چایی میخوام؟ نه میل ندارم، اگه محبت کنی میوه داشته باشی یه خود میوه به من بدی خیلی ممنون میشم. دهنم خیلی خوش شده. آره میوه آخه جز برآوردم. بابا مینا پاشو میوه برآوردم آخه. دایی جان چشم، میوه میتونیم بهتون بدیم ولی باید تشریف بیارین اونور. من بیام اونور؟ بله اونور. برای نه ممکنه خواهش کنم دایی جان فکراتونو بکنین، اگه میوه خواستنتونه مثل چای خواستنتونه که باعث اسراف و اند مهرام بذار حرف بزنم باعث اسرافه بگی. نه نه آره ها هیچی نه و پاشین نیوه. پس بفرمایید باید بیام آشپزخونه برای میوه. بله 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 میوه اونجاست. بفرمایید برای چی؟ تشریف بیارید. دارم میام. همینجا خوبه. آره تکون نخورین، همینجا وایسید. خب مهران بودو. ببینید دایی جان، من سعی کردم به عنوان یک نظریه جدید یک تحول جدید ایجاد بکنم در شیوه پذیرایی از مهمان سهی. یعنی سعی بکنم که هزینه رو پایین بیارم و به این شکل من یک مسابقه رو طراحی کردم. چیه؟ ایوا هزینه میاد پایین و جزو برآوردمه و شما باید بدونین که از دستاتون استفاده بکنین، سعی بکنین که این سیب رو گاز بزنین. یک دقیقه هم بیشتر فرصت ندارین، اگه گاز زدین سیب مال شماست، اگر نه میهمان بعدی میتونه که از این میوه خوب استفاده بکنه. باشه من سعیم میکنم ببینم. خب. گفتی از دست نمیشه استفاده. نه دست قبول نیست. باشه بگیر، وقتو بگیر. شروع شد. آفرین دایی، تلاش کن. آفرین من جلدی بچیه، تشویقش کن. آفرین دایی حالا 5 تا مهمونم نتونستن این سیبا استفاده بکنم، فکر کردی از این همون نباید. مینا. بله. آخه من دایی تو هستم، اینجوری از دایی پذیرایی میکنی؟ ببین دایی، من فامیل خودم و فامیل مهران و غریبه و آشنا سرم نمیشه، هزینه باید بیاد پایین. نمیخوام دیگه، هم اینجا نمیام، خداحافظ. دایی جان رفعه مون شد. ببین
سیره باز موند. ها ها مینا چهار روز لطه میدونم باید این بگه بره اون تا یه دفعه برگرده حل فقط همینو میخواستم میدونستم که این ماموریت مهمو باید به چه آدم حواسش پرت میشه الان آقای مکبس شما استحقاق هر گونه پاداشی رو دارید هر گونه پاداشی که دلخواهتون باشه من مهیا میکنم فقط تعجب میکنم که این شرکت رقیب به رسد چندی؟ پنج دقیقه بشیش چی؟ پنج دقیقه بشیش اه؟ ده چرا اینجوری میکنی؟ یه نداره ساعتش هم سه ساعت فیلم تموم شد نکن اینجا بله؟ وقت تماشای تلویزیون تموم شد بابا کجا بدبختی گیر افتادیم ول کنه دارم فیلم میبینم برنامه ریزی داریم بابا صحنه آخرش تن تهیجش پنج دقیقه مونده پنج دقیقه مگه نمیدونی برق تصاعدی حساب میشه پنج دقیقه دیگه اضافه روشن بود ما پول برق باید دو برابر سر شب حوصله‌مون سر میره حالا کو سر شب حوصله سر میره الان وسط کار میگم روشن کن چهار دقیقه گذشت من کشتی ها رو ببینیم یا نه خب حالا با هم دیگه حدس بزنیم آخرشو بیا اینم یه کار حال چیکار کنیم حالا؟ هیچی پاشو حساب کن ببینیم چقدر رسید تا الان صرف جویی کردم واسه ببینم اونجا اشتباهی کردم من این رادیو رو روشن کردم بد نبوده چقدر صرف جویی کردی؟ حالاهاش 3720 تومن خوبه دیگه البته اونجور که من انتظار داشتم نشده باید بیشتر فکر کنم فهمیدم مهران یه سوال ازت میکنم ببین به نظرت خونه زیاد گرم نیست خیر خوب فکر کن خیر قشنگ فکر کن فکر خوبه. کردم کجا گرمه ولی به نظر من خیلی گرمه اصلا برای یک خب خونه خب چی چی حالا چیه دوباره خب شوفاژا رو خاموش کنیم بله بله شوفاژا رو خاموش کنیم هزینه میاد پایین یخ میزنیم زمستونی میزنی. بدبختی گیرم که بل کن بابا مهران ژاکت داریم جوراب کلاف داریم چکمه داریم کلاه داریم شال گردن و هزینه میاد شوفاژا رو خاموش کنیم پاشا آره این بله پاشا برو شوفاژا رو خاموش بابا کوتا هزینه میاد پایین ول کن بابا مهران تو میخوای در این پروژه به من کمک بکنی یا نه چی کار کنم الان شوفاژا رو خاموش کن بابا یخ میزنه مهران به حرف من گوش کن سرده؟ نه هوا خیلی هم مطبوعه مینا چه کاری آخه بابا جان مردیم از سرماخه ورزش کن نرمش کن برات خوبه عافیت باشه عافیت آی 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 دست نزنی دست نزنی صبح یه دونه ورداشت سهمیه یه هفته تموم شده بابا نمیشه نمیشه آقا نمیشه سهمیه یه هفته تو برداشتی دست اصلا بیور بیور من میدارم قایمش میکنم آقا زندگی بر ما درست کردی سرد خونه پهل پهل چی؟ سینه پهلو میکن مهران تلفن جواب بده من تا اونجا بیام یخ سرم من نمیتونم آسان بر نمیام نه تلفن رو بیا جواب بده من زیر 800 این ورتر نمیدونم همش کاره سخت سخته به هم ده بله سلام علیکم نرگس خانم حال شما چطوره خوبین بگو نیاد اینجا دو روز نمیشه شازده میره ما خونه چیز خونه تکونی داریم خونه تکونی چیز این فصلمونه
ببخشید آخه ما چند روز تلفنمون یه طرفه شده، نمیتونیم هیچ جا زنگ بزنیم، همه باید به ما زنگ بزنن. نه هممون حالمون خوبه. نه آخه نه خیر چیزه، من دارم نه مهرانم سلام میرسونه، خدافظ شما، خدافظ شما آقارم سلام میرسونه، خدافظ شما. وای نمیشه یه زنگ به مامان من بزنی؟ یعنی چی؟ یعنی چی چی؟ طبق برنامه ریزی روزی یه تلفن میتونیم انجام بدیم، اونم خب من زنگ میزنم به مامانم دیگه. آه. ببخشید تو خودت چرا از ادارتون زنگ نمیزنی به مامانت؟ شام نداریم؟ طبق صرفه جویی نه، دارم از دنیا میرم دیگه. باید تعامل کنی. نرمش کن، نرمش کن، گرمشی. چیه صرفه میکنی؟ هیچی بابا هیچی، گرد و خاک. گرد و خاک برای چی؟ وای برای اینکه داشتم کیسه جاربرقی رو خالی کردم داشتم میگشتم. چیزی گم کردی؟ بابا برای طلای سیاهه. طلای سیاه؟ ای بابا مهران تو چقدر از علم روز عقبی ها؟ خب چیه بگو بینم؟ هیچی دیگه، کارم گرفته با این اوضاع بعدی کلاس علوم هم برای تو بذارم. بابا جان آشغال طلای سیاهه، نمیدونستی؟ آشغال طلای سیاهه؟ آره دیگه، ببین تو آشغال وقتی بگردی خیلی از مواد قابل استفادن، یعنی بیشتر مواد بازیافتن میشن. بابا ول کن چه زندگی شد. حرف از ادارت دیر نشه بیرم. اینا چیه؟ ببر اینا رو بفروش، کلی ازت پول میدم. بله؟ بابا بازیافته، مواد بازیافته. این قوطی خالی نوشابه بفروشن؟ روزنامه باطله میخرن؟ باز یافته، ارزش بذار. کلی هزینه برمیگرده. اداره دارم الان دیره. نمیشه کلی هزینه برمیگرده به خونه. بعدش هم ببین یه سطل بزرگ، خواب بودی دلن نایمد بیدارت کنم تا پشت در بردم، یه سطل بزرگ پر از آب میبری بیرون خالی میکنی. آب؟ نه آبی که ظرفا رو باش شستم. برای چی؟ خب خالی کن همینجا. نه نمیشه. بله؟ نمیشه. برای چی؟ مهران ببینم تو اصلا مغز اقتصادی داری یا نه. خب بگو تو برای چی؟ برای اینکه این آب ظرفا رو اگه بزنم چاه پر میشه، چاه هم پر میشه، کلی هزینه است دیگه واسه خالی کردنش. بابا ول کن. نه اقتصادی دست دوربین چرا تو ظرف شده؟ اینم بازیافته، اینم بازیافته، ببر پلاستیکو فلز. الو بابا مهران چرا زنگ نمیزنی؟ سلام ها، چرا انقدر دیر؟ ببین نه من نمیرم خرید، تو که سر را میای خونه تو خرید بکن بیا دیگه. ای عجبا فکر اقتصادی نداری، من تا سر کوچه برم ایچ خپشه، من تا سر کوچه برم و این تخته کفشم سایده میشه، کلی هزینه داره دیگه. خب بچه سوال میکنی؟ خب یادداشت کن. نه همینه که گفتم بگیر، یادداشت کن. 3 عدد لوبیا، بیشتر نگیری ها. 10 گرم برنج، 3 عدد و نصفی زرشک، نه میخوام زرشک پلو بپزم. خب 1/4 نان. خب 1/100 قاشق چای خوری هم شکر، نه کافی همین. یه دونه هم ببین مهران، فقط یه دونه بادام هندی بگیر. ها آقا مهران دیگه من خودمونو تقویت کنیم دیگه. خیلی خوب نصف بگیر، قبوله. باشه زود بیایا، خداحافظ. افچ اومدی؟ با چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خریدا کو؟ خریدات کو؟ 2.5 زرشک. خب بخرم؟ ببین مهران باز تقصیر رو انداختی گردن من، بگو مامانت یادت نداده خرید کنی. والا 150 میلی گرم برنج میدن.
چرا نمیدن؟ اقتصادی فکر کن. یه تکه یخ بیار بذارم رو پیشونیم یارو با مش زد این سوپرمارکتی اینجام. ای وای وی وای، تو فکر نکردی چقدر هزینه برمیداری این دعوا کردن تو؟ من یه هفته از یخچال خاموش کردم، یخ کجا بیارم؟ اقتصادی نبود. دستوردار مریض شدیم، همه میگرن گرفتم، سوء هاضمه گرفتم، سوء تغذیه شدم، کمرم کج شده. اینا که چیزی نیست، من فقط فکر میکنم سرما خوردم. پاشو بریم دکتر. نه نه نه، دکتر خرج داره، مگه شوخیه؟ مینا میافتیم میمیریم، خرجش بیشتره ها. اصلا من خیلی هم خوبم حالا. خرج مردنه بیشتره و حال خیلی خوب من اصلا. میدونی الان یه شب هفت چقدر میشه؟ آره میدونم. واها مهران، این پتو رو بذار کنار، جمعش کن، شستنش از این نور میداره، به صرفه نیست استفاده کردن ازش. مهران چی شده؟ چرا خونه اینقدر یخه؟ برم شوفاژر رو روشن کنم. هزینه هزینه آقای ارغوان. شوفاژر چرا بسته است؟ بفرمایین تو. یخ کردی؟ بشین 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 تکونم. چی شده بابا؟ چرا اینجوری؟ بشین 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 تکونم. او چه تب داره، چی شده خانم بهرامی؟ صرفه جویی میکنه. صرفه جویی؟ کدوم بابا؟ این حرفا چیه شما میزنید؟ آقای ارغوان حالت اصلا خوب نی؟ ببینم پاشو بریم دکتر، پاشو نه. پاشو بریم دکتر. خواه هزینه برمیداره خانم کتابی ها، من هستم، من خونم رو میفروشم، خرجتون میکنم، این حرفا چیه؟ پاشو بریم دکتر، پاشو پاشو بابا، داره میمیره از دست میره، شما پاشید خانم برمی. مهران پاشو پاشو پاشو. تسلیم نشو، تسلیم نشو. پاشو پاشو امام بیا خانم برامی، بیا یواش یواش. بابا این چه وضعیه درست کردید برای خودتون؟ مهران بیا 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 خانم برامی، بیا بیا راحت شدی؟ من؟ بله. خنک شدی؟ چقدر صرفه جویی کرده بودی؟ 8000 تومن. همه 8000 تومن شد پول پانسمان و آمپول و قرص جوشان بر مریضیمون. خنک شدی؟ نخیر، 60 کیلو پنبه شما بستید به سره. شما 80 نه، هم قرص جوشانایی که به شما دادن دونه 45 تومنه. قرص جوشانه که پولش من دادم، عیب نداره. آقای ارغوان چه فرقی داره؟ مسئله اینه که من به آکول فرسام دیگه نمیرسم. خانم این حرفا چیه؟ سلامتی خیلی بهتره. بابا بند کرده به این ماشینا و اسمشو هنو نمیدونه، میگه آکول پورسا. درست میگه دیگه آقا مهران، آکول پورساست دیگه. دیدی؟ اون کوچیکا. همه رنگش بگذاریم مثلا. بگذاریم مهم نیست. سلامتی بهتر. ببین چقدر خوب شد. ببین مهران، من به یک نتیجه کلی رسیدم. ببین انتخاب من درست بود، فقط روش کارم یک کمی همچین یعنی بورس روز نبود. دفعه بعد بهتر اقدام میکنم. خیلی خوب باشه. آره آره، شما خوبی؟ خوبم. آره. باش حالا یه چایی شامی چیزی درست کنم. اجازه بفرمایی؟ شام بخوری؟ اگه گفتید الان چی میچسبه؟ آبگوشت میخوری بهرد؟ آبگوشت؟ چرب و چیلی؟ یواش یواش. شما آبگوشت دوست داری؟ خیلی یه آبگوشت الان میذارم که 6 تا آبگوشت بغلش درات. حالی شد، خوب شد. شما بفرمایید ما کار داریم. نمایشمون رو دیدین؟ آخریاشه الان. شما دوباره زنگ بزنید راجع به موضوع خسیسی، خسیس بودن، خست، خساست، خصوصی، اینا همه از یه خانواده است. خسعسو
یعنی نشان دادن خساست. خسخس کردن یعنی کسی که خسیس بازی در میاره. خسقلک یعنی کسایی که یه ذره خسیسن. اینم به هر حال فرهنگ اینجوری. خواهش میکنم. الو سلام. سلام علیکم. شب بخیر. خسته نباشید آقای مدیری. متشکرم. حال شما خوبه؟ زنده باش. آقای مدیری من از شهرستان گیلان از خمام زنگ می‌زنم. سگدی هستم صد اکبر. خمام. بله. بله. خوب هستین؟ خیلی ممنون. آقای مدیری ما با زحمت این شماره شما رو گرفتیم. دیگه اینقدر به جد خودم چیز کردم که بگیرم. قربان شما. خیلی ممنونم. قربان. صداتون یه کمی ضعیفه. بله هستین در خدمتتون. خواهش. شما آقا خسیسی؟ والا نه. از کجا بدونم من؟ خب خسیسی نه به اون صورت، ولی خب به چه صورتی؟ والا من خسیس نیستم آقای مدیری. من از کجا بدونم؟ والا خب خسیسی به بستگی داره به چه چیز آدم خسیس باشه. به چه چیزایی شما خسیسین؟ از نظر مادی که نه. حالا از نظر معنوی هم فکر نکنم. من آدم دست و دلبازی هستم. دست و دلبازی؟ بله. ازدواج کردی؟ بله. چند ساله؟ من حدوداً سال 72 ازدواج، 73 ازدواج، 72 ازدواج کردم. همسرتون خسیسه؟ همسرم کمی آقای مدیری. بله. یه کمی خسیسن. بله تا اندازه‌ای. چی کار میکنن که خسیسن؟ مثلا خب دیگه الان اینجا هم پیش من نشستم. بله بله. نمیتونم که. بله بله. خب بگین دیگه چی کار میکنن که خسیسن؟ والا از نظر مادی خلاصه خب از نظر تو زندگی کلن یه مقدار خساست چیز میکنه. آقای مدیری میخواد شما امشب ما کتک بخوریم دیگه. شما همسرتون الان تشریف دارن؟ بله. گوشی رو بدین. من خواهش میکنم گوشی. الو. سلام خانم. شما خوبه؟ حالتون خوبه؟ دست نباشی. شوهرتون میگن شما خسیسی؟ بله. بله؟ بله. در چه موردایی خسیسی؟ یک کمی. در چی؟ در امور مالی؟ بله. یعنی کم خرج میکنی؟ بله. یعنی بچه دارین اون وقت؟ بله. برای بچه‌تون چیز نمیخرین؟ چرا میخرم. برای همسرتون چی؟ نه. نمیخرین؟ نه. ای خو حق داره بابا، حق داره. خیلی ممنون که تماس گرفتید. خیلی ممنون. تشکر میکنم. خداحافظ. خسته نباشین. خسته نباشین هم از خساست میاد. خسته اون خسته است که آدم خسته میشه. خسته یه شکلی از خساسته. خسته نباشین. امیدوارم که برنامه ما رو دوست داشته باشین و خصوصیاتتون، یعنی تمام جمع خسیسی ها میشه خصوصیاتتون، همیشه خوب باشه. تشکر میکنم. قربان شما. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.